مردم بهرین همواره تلاش کردند از وسایل و شیوه های مختلف استفاده کنند تا بتوانند صدای مظلومیت خود را به گوش جهانیان برسانند در جدیدترین اقدام صورت گرفته در این زمینه تصاویر تجاوز به حقوق بشر مردم بهرین در دفتر سازمان ملل در شهر ژنو و نمایش گذاشته شد همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد به همت تعدادی از فعالان سیاسی و حقوقی بحرینی و با هدف اثبات تجاوز به حقوق بشر علیه ملت بحرین توسط حکومت آل خلیفه تصاویری از این تجاوزها در ساختمان سازمان ملل متحد در شهر ژنو پای تخت اتریش به نمایش گذاشته شد در واقع این اقدام همزمان با فعالیت های در دفاع از حقوق بشر بحرین و در ساختمان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو است به نمایش درآمده است این فعالان هدف از اقدام خود را تحریک نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحرک بیشتر جهت دفاع از حقوق بشر در بحرین اعلام کردند در همین حال نماینده ایرلند در کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف تجاوز به حقوق بشر توسط حکومت بحرین شد و همچنین بر لزوم احترام گذاشتن آل خلیفه به آزادی های دینی شیعیان در برپایی مراسم و برنامه های مذهبی خود تاکید کرد. لازم به ذکر است پیش از این کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت بحرین را به احترام گذاشتن به آزادی های دینی و مذهبی شیعیان بحرین دعوت کرده بود. از سوی دیگر نماینده ایالات متحده آمریکا در کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان یافتن موانع برسر راه برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز توسط مخالفان حکومت در بحرین شد و از آل خلیفه خواست همه زندانیان آزادی بیان در کشور بحرین را آزاد کنند علی اکبری اخبار شیعه